سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و عرض خوش آمد و عرض تسلیه به مناسبت ایامی که هنوز به نام فاطمه خانده می شود و انشاءالله به توانیم جزء محبین حقیقشون باشیم خب در این بخش در خدمت برادر بزرگترم جناب آقای حکیم رزوی قومی هستیم با موضوع طب اسلامی شیعی و رسیدیم به مراحل مختلفی و دستبندی های متعددی از مزاج و طبع و با دانستن این موارد قطعا میتوان خیلی امور رو بهتر و زیباتر حالا یا پیشگیری کرد و یا به تعبیری درمان کرد که البته با توجه به تمام آموزش های خیلی زیبا و خوبی که جناب های حکیم رضوی قومی میدن ولی امر امر تخصصی است ما جهت کسب یک مجموعه از اطلاعات این بخش رو داریم تقدیم شما میکنیم ولی شاید بگم باید توصیه بکنم خیلی شما اقدام به در خود درمانی حداقل توی این موضوع نکنید یک نکته دیگه بگم قبل از اینکه سلام بکنم به محضرشون ام روزهای چهارشنبه رو بنابر این گذاشتیم که دیگه حالا چون مجموعه از سوال‌های شما بینندگان عزیز داره به ما میرسه در روزهای چهارشنبه که حضور دوم از جناب آقای حکیم رضوی در طول هفته هست پاسخ بدیم سوالات شما رو حالا اگر که سوالی میفرستید و منتظر پاسخش میشوید می بدانید که در روزهای چهارشنبه پاسخش رو میتونید در همین ساعت و برنامه ببینید خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش آمدین وقت شما بخیر باشه باشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت بینندگان عزیز و ادامه این بحثمون رو با بحث علائم و نشانه ها یا همون مبحث سمیولوژی که عرض کردیم یکی از مهمترین و میشه گفت که پایه ترین بحث مزاج شناسیه که با شناختش انسان بتونه تشخیص مزاج بده و نکته مهم و بازم امروز من تذکر میدم و شروع بکنیم چون امروز وقتمون کمتر از جلسات بله. دیگه است بتونیم بیشتر صحبت داشته باشیم پاسخ هم بتونیم انشالله اینه که تمام نشانه ها باید در کنار هم گذاشته بشه تا به یک نتیجه قطعی برسیم و الا شخص با شنیدن نشانه اول هیچ تشخیصی نباید رو خودش بذاره بگیم مثلا ملمس رو بیان کردید من مثلا دست رو دست بچم گذاشتم نرم بود زبر بود سرد بود گرم بود لذا مزاجش اینه شاید توی یک درصدی درست, درست باشه یعنی اون نتیجه درست باشه ولی احتمال خطا هم وجود داره, داره. خب مورد بعدی که توی اون ده موردی که شمردیم مورد دوم بعد از ملمس بحث چاقی و لاغریه که حالا بهش گوشت یا چربی داشتن هم میگن یا کنید نکته مهم اینجاست ما بعضی از افراد که اینم جز از نشانه های عینیه یعنی نشانه ای که خود پزشک خود طبیب وقتی که شخص رو میبینه میتونه درک بکنه و لمس بکنه وقتی که من شخص میبینم یا طرف چاقه یا لاغره بعضی از مواقع هست که چاقی و لاغری ما نمیتونیم تشخیص بدیم لذا اصلا از این مورد باید بگذاریم مثلا طرف اه... که مراجعه کرده یا بچه میانه است نه چاقه نه لاغره حالا یه سری نشانه ها ما میگیم به باب اینکه چاقی چطوره و اینم باید دقت داشته باشن عزیزان چاقی که طب جدید میگه با چاقی که ما میگیم فرق میکنه فرمولی که طب جدید داره نسبت به چاقی قد و وزن و سن با هم یه فرمول خاصی دارن میریزن تو فرمول میگن آقا اگر مثلا از این حد رفت بالاتر عدد چاق این چاقه شاقه. اگر اومد پایین تر لاغره اگر بین این بازه عددی بود این مثلا وزنش متعادل یه سوال همینجا بپرسم ما چیزی تحت عنوان اسخون بندی درش داریم آره اونم مطرح میکنیم چون مثلا بعضی رو که آقا درشته اصلا نکته اصلی در چاقی و لاغری طب سنتی یا اسلامی همین مورده که استخون بندی و به قول ما چارشونه بودن لحاظ میشه توی شناسایی در صورتی که ما خب میشه شخصی رو ببینیم قدش کوتاه وزنش بالاست وقتی که میره با اون سنش با اون فرمولی که بهش گفتن میسنجن میبینن میگن آقا این شخص چاقه چرا چون یه قد کوتاهی داره و وزنش بالاتر از این قد و سنشه سن همین بازه داره اندازه گیری میشه حالا این همون شخص با همون قد با همون سن میاد و میگن آقا شما چاق هم. نیستید در صورتی که هر دو اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم یکی سرشونهاش هاش پنجه سانته مثلا اینقدر یکی سرشونهاش هاش اینقدر هفتاد سانته خب این دوتا استخون بندی که من فهم کنیم ما استخون خالی این بنده خدا رو بدون گوشت و پوستم که بکشیم ده کیلو وزنش بیشتر از اون شخصه خب این استخون بندی با اون استخون بندی باید اینا تفاوت قائل بشیم که تو طب جای تفاوتی وجود نداره لذا تو طب سنتی یا طب اسلامی ما سنجشی به عنوان فرمول نداریم اینم که میگم شخص چاق یا لاغر اینم باید در نظر گرفته چاقی یا چاقی کلیه یه موقع طرف این فقط چاقی شکمی داره <applause> میبینید چاقی بالا تنه داره چاقی پایین تنه داره اینا همه متفاوته می تو رون پاهاش چاقه تو بازوهاش چاقی داره تو پهلوهاش فقط چاقی داره تو صورتش داره لذا اینا هم باید در نظر گرفت در کنار بقیه علائم که متوجه بشیم آیا این چاقی مزاجش شده نشون میده یا سوء مزاج یه بیماری خاص توی قسمت خاصه در مورد حالا وجود چربی یا گوشت ما اول میایم تقسیم میکنیم شخص رو به اینکه که چاقه یا لاغره خب لاغر مزاج خشکه یعنی کسی که لاغره میگیم این خشک مزاجه چرا؟ اگه خاطرتون باشه مثالی زنیم در مورد برنج گفتیم الان برنج اگه بخوایم بپزیم همینجوری بذاریمش رو آتیش چی میشه؟ همش میسوزه میگه آب بهش اضافه کن میبینی یک کیلو برنجت یه قابلمه پر برنج به تحویل میده یعنی رشد توی رطوبت و حرارته رطوبته که ایجاد میکنه این رشد بکنه لذا یه فرمول کلی از آن داشته باشن هر وقت دیدن لاغری تو بدن به وجود اومد این عدم رطوبته. درست شد عدم رطوبت لاغری به وجود میاره برای همه یا برای همه. که فقط طبیعی گرم داره نه اصلا کلا چه از خشکی باشه یعنی چه صدا باشه که رطوبت از بین برده یه بدون رطوبت شده که گفتیم رکن اصلی سودا خشکیه <applause> چه صفرا باشه که حرارت اومده رطوبت رو از بین برده هر دو لاغری وجود میاره هایی دارن آن هایی دارن که ما الان اینجا وارد تفاوت نمی کنیم مثلا, مثلا, فرزندان مخصوصا حالا تو رنج سنی رشد یا حالا زیر 12 سال که هی تنوع در سایز دارن لاغر میشن چاق میشن یا کلا لاغرا اینا مشکل رطوبتی دارن اینا از رطوبتی که یه توی یکی از جلسات هم گفتیم اگر بچه رطوبت و حرارت کافی نداشته باشه رشد نمیکنه به خاطر چیه اکثرش هم به خاطر خوردن مواد غذایی که حرارت کبدشون رو بالا میبره باعث میشه رتوبت که حرارت رطوبت رو از بین ببره رطوبت از بین میره بچه میگه بچه همیشه قیافه زرده انرژی کافی نداره پرخاشگری داره همیشه هم لاغره و حالا مشکلات پوستی و مثل خارش درمان و مثل کلی سیزن. داره درمان که به درمان تعدیل مزاج دیگه آها. یا همون درمان گفتیم که بر درمان به زد باید بشه چون سوء مزاج رطوبت باید باید رطوبت بره بالا یا اگر از حرارت رکن اصلی دیگه اگر از حرارت بالا باید, باید حرارت رو بیاریم باید. پایین تا رطوبت رو از بین نبریم خب یکی پس شخص لاغره که ما داریم میبینیم یا اصلا خودمونه که خب این علتش خشکیه مورد مقابلش جهت مقابلش چیه؟ چاقیه خب این چاقی میگیم رطوبت پس یکی از چیزایی که به ما میتونه رطوبت و خشکی رو بفهمونه اینه که طرف مقابل اون چاقی یا لاغره در مورد لاغریش خب این لاغری میتونه صفرا باشه میتونه سودا باشه این نمیتونه این قسمت یعنی این دستبندی و این نشانه و این دلیل نمیتونه به ما بفهمونه که آقا این شخص سودا داره. یعنی اگر لاغر بود ما از این باید بگذریم یعنی از این قسمت از این نشونه باید بگذریم سراغ یک نشانه دیگه. دیگه. ولی اگه شخص چاق بود تو چاقی به ما میتونه نوع چاقیش بفهمونه که این چاقیش از دمه یا از بلغمه درست چون؟ یعنی این علامت به ما میتونه دو تا مزاج رو تا انتها بفهمونه یه مزاج رو به صورت مبهم, مبهم؟ میتونیم بفهمیم که آقا سوداست یا صفراست فقط میتونیم بفهمیم خشک خب حالا بر فرض ما رسیدیم به چاقی متوجه شدیم که آقا دیدیم نگاه کنیم دیدیم نه این شخص یک شخص چاقه و لاغر نیست حالا جنس چاقی شخص میتونه به ما اون دو مورد دیگر رو واضح بکنه و به نتیجه برسونه جنس چاقی یعنی چی؟ گاهی چاقی از زان از چربیه گاهی چاقی از عضلات خب ما دیدیم ورزشکارایی که دارن ورزش میکنن هیکل تنومند بزرگ و خیلی هم قدرتمندن چربی قدرت نداره اون عضله است که قدرت داره اون داره دائما ورزش میکنه و هر چی چربی داره سوزونده پس این چیه تو هیکلش میونه خیلی تنومند نشونش میده اونا عضله لذا اون چاقی عضله است اون چاقی چربی. چربیه چاقی که از چربی باشه خب جنس چربی بلغمه مم. جنس سردی داره مثل دنبه مثل خود مغز انسان اینا یا مثل نخا انسان اینا جنسشون سردن چربن و رطوبت دارن و رطوبت دارن رطوبت بالایی دارن نحوه تشخیصش از معمولا حالت خاص خودشو داره یعنی وقتی که میبینیم مثلا مثل از دست این از است هر چقدرم چاق باشه میبینید یه حالت سفت صفت رو خودشو داره ولی یه تستی که مثلا می‌ذارن معمولا تذکر میگن شخص خودش میتونه پیرن خودشو در بیاره تو آینه دستاشو کاملا وقتی باز بکنه زیر بازو زیر بازو اگر بیفته یعنی حالت شل داشته باشه این چربیه ولی نه انقدر طرف اصلا بازو داره ولی وقتی دستشان باز میکنه قشنگ دور دستش صاف ایستاده اون عضله اون چاقی که از ازوله باشه میگیم چیه؟ میگیم دمه همون چیزی که باعث رشد انسانه <applause> که کودک هم همون همونو باشد. لازم داره تا رشد بکنه لذا به مزاج دم میرسیم از این چاقی ولی نه میبینیم طرف شکمش افتاده بازوها افتاده زیر گلو هم قبقب مثلا میگن افتاده اینا وقتی که حالت افتادگی داره به خاطر شلی اون چربیه و اینها به ما رو میرسونه به بلغم البته بازم عرض بکنم این با این یک نمیشه نتیجه گرفت و بگیم طرف مزاجش حتما بلغمه باید نشانه دیگه کنارش بذاریم یعنی تمام بله، شد بریم سوال رو خب خیلی ممنونم متشکرم تا اینجا ان دوستان استفاده کردن و موضوعات مختلف رو دیدن و شنیدن و اما سوالات اولین سوالو بپرسیم از یک بیننده خانم هست که فرمودن علت ریزش مو و دلیل اینکه رویش مجدد ندارم چیه در مورد بحث مو خانوما معمولا سوال زیاد میپرسن ریزه زیاد دارن ولی ریزششون به حد آقایون نمیرسه آره ما معمولا آقایون, آقایون تاسی, تاسی دارن کسدی دارن ولی تو این اتفاق نمیافته. جنس ریزششون معمولا با هم فرق میکنه فرقش هم به همون مزاج جنسیه که گفتیم ام. که مردها گرم گرمتر و خشکتر هستم. و زنها سردتر و مرتوبتر هستم. لذا اصلا جنس بیماری هاشون خیلی شبیه هم میشه در مورد ریزش و اصلا جنس مو و حالت مو مورد بعدی توی لیستی که مطرح کردیم از اون ده قسمه است مورد بعدی همین موه که اصلا یکی از نشانه های شناخت مزاجه که انشالله جلسه بعد مفصل اگر این زنده باشیم به شرط حیات در مورد صحبت میکنیم خود جنسمون میتونه به شخص بفهمونه مزاجش چیه مزاج پایش و اینکه اختلال مزاجی که پیدا کرده چی بوده که موش نازک شده مهم. یا ریزش پیدا کرده یا نه مو مثل خیلی از بچه ها میگن آقا موهای بچه ما شونه نمیشه خشن شده دختر میگه موهاش وست شده در صورت که موهای نرمی داشت به این سن که رسیده موها وست شده اون داره مزاج بدنی شخص نشون میده که قابل پیشگیری و قابل درمانه خیلی راحت میبینه با یه دمنوش مثلا طرف بچه یه هفته نگذشت موهاش کاملا دوباره لخت شد برگش برگشت به حالت اول اینقدر سیستم بدن تاثیرات میذاره که ما تو ظاهر شخص میتونیم ببینیم در مورد ریزش مو که تو خانم اتفاق میفته اول یه راهکار بدم تا فراموش نکردم یه اه. راهکار کلی چون نگاه کنید بینندگان دقت میکنن علت مختلفه وقتی علت مختلف شد درمان مختلفه ولی بعضی از مواقع یه سری درمان های کلی وجود داره که به همه مزاجی میسازه یعنی ما هم اساتیدمون فرمودن هم تست کردیم و دیدیم که این درمان ها به همه ساخته و یه جورایی حالت تعادل داره مخصوصا تو خانوما چون خانوم بودن سوال کردن تو خانوما به علت مزاج سردی که دارن میتونه این درمان باشه و بعدش هم علتاشو انشالله یه سری مواسا میگم اگه به این سوال ختم نشه کارمون وقت پیدا بکنه چه باشه که چند آره چند سال دیگه هم ترکیب گل ختمی سفید که در روایات خیلی سفارش شده به استفاده کردنش هم خورده میشه هم به عنوان تمیز کرد برای بدن و پاکسازی پوست و مو استفاده میشه گل ختمی سفید و گل بابونه به مقدار مساوی با هم مخلوط میکنن آب جوش روش میریزن و به مدت نیم ساعت میذارن بمونه نیازی نیست بذارن دم بکشه آب جوش میریزن درش فقط بسته باشه بعد از اینکه همین لیوانی دم نوش حالا مثلا حالا تو کاسه لیوانی هر چیزی میخوان می‌تونن استفاده کنن یه حالت ژله‌ای پیدا میکنه به خاطر اینکه این حالت خود گل ختمیه صاف میکنن بعد از نیم ساعت اگر مزاجشون خیلی گرم باشه این یه پیشنهاد مزشون خیلی گرم باشه میتونن یه مقداری سرکه انگور مخلوطش بکنن ولی نه اگه حس خاصی از گرمای شدید تو بدنشون ندارن همون به تنهایی کفایت میکنه همونو به سر میزنن 20 دقیقه به سر میمونن هفته دو بار این کارو تکرار بکنن جلوی ریزشو خیلی خوب میگیره حتی بعضی از اساتید میفهمونن که دیگه بخواد بکناتم کنده نمیشه حالا ما یه دار نمیکنیم ولی خب جلوی خیلی بسیارت. خوب میگیره میتونه کمکشون ترکیب گل خطمی و گل. بابونه بابونه بعد از نیم بابونه. ساعت در آب جوش بودن صاف میکنن مثل یک ژله بعد برد. از استحمام یا قبل از استحمام بعد از اینکه سرشون رو بشونن که به مسام پوست خوب برسه این مواد آره. و هفته دوبارم تکرار میکنن و هر چه ما بشه کمتر بگیرن قلیصه باشه بهتره چون اگر خیلی هم تب زیاد گرم باشه ترجیح اگه احساس گرمای خیلی زیاد تو بدنشون میکنن یه مقدار سرکه مثلا یه قاشق به کلش میتونن اضافه کنن. حالا علت های ریزش مو رو من میگم عزیزان خیلی هاشو تو وجود خودشون میدونن وقتی میدونن میتونن اصلا برن سراغ همون میزان اولیش مهم نیست؟ مساوی نه نگاه کنید. بسیاری بزن... به حجم مویه طرف داره. یه موقع من میخوام استفاده بکنم. من مثلا یه کاسه انقدری بستمه یا موقع خانم موهاش بلنده میخواد استفاده بکنه مثلا یک کاسه بزرگتر میتونه استفاده بکنه یک بار که دم بکنن دفعه بعد متوجه میشه چقدر رو بگیرن شمدش. چقدر مثلا مواد بریزن بسیار. خب این علتش من یه لیست بگم ولی درمان نمیگیم دیگه باید. یکی از کمخونی میتونه باشه که تو خانم زیاد دقت بکنن از یبوست میتونه باشه دقت بکنن از حرارت بالای کبد یا چربی کبدی هم. میتونه باشه که اونم ان شاء سوال بعدی رو پرسیدن که علت این ککمک ها و یا لکه های قهوهی که خاصتاً توی سنین بالای 45 و, و اینها تقریباً شروع میکنه به زدن خاصه در صورت اینا دلیلش چیه نیا کنید لک های مختلفی که تو صورت میفته صورت حکم آمپر بدن رو داره یعنی حکم اون صفحه کیلومتری که توی ماشین وجود داره مثل اون که تمام حقیقت ماشین به ما نشون میده که چه اتفاق داره توی ماشین میفته موتور مشکل داره روغن کمه بنزین کمه آمپر آب چقدره صورت خدامتاری به تعالی این چیزی شبیه هم چیزی خلق کرده لذا تفاوت های مختلف که تو بدن اتفاق میفته تماما توی صورت هست حالا از علم انبی شناسی گرفته و علم زبان شناسی گرفته و رنگ چهره و رنگ زبان و رنگ اینا که دیگه کاملا میتونه کل سیستم بدن رو به یه طبیب نشون بده اینا واضحه که صورت خیلی کارایی خاصی داره در مورد یه سری از مشکلات توی بدن حالتهای مختلفی اتفاق میفته در مورد لکه که یکی از اوناست گاهی لکه که تو صورت میفته رنگ قرمز داره که همون جوش صورته که حالا باز اون جوش میتونه سیاه باشه میتونه قرمز خونی باشه میتونه سفید باشه باز اینا مختلفه علتاش و گاهی لکهایی که میفته حالت قهوه مانند داره <applause> لکهایی که از که احتمالا سوال این بزرگوار از همین قسمت باشه چون تو اون سن معمولا این اتفاق میفته لکایی که به صورت قهوه ای تو صورت میاد ما بهش ککومک هم میگن که معمولا توی کشور اروپایی همشون ات... بیشترشون تو صورتشون هست من به خاطر نوع آب و هوای اون منطقه است و حالات حالات ژنتیکی که توشون هست این اتفاق برشون بیشتر میفته در مورد علتش گاهن علت کبده و میشه گوه اصلا همیشه میشه علت کبد باشه ولی خب مستقیم بعضی وقتا خود کبد مشکل داره چربی کبده، حرارت کبده که نسبت به مزاجی که از بیمار میسنجیم اگر درمان بکنیم درمان میشه و خیلی از اوقات هم علت باز کبده ولی از قلزت بالای خون و کسیفی خونه که تو صورت خودشون نشون میده و معمولا تو مزاج های سودا یا خونی که سوخته شده و کثیف شده این اتفاق میفته هجامت عام خیلی کمک میکنه برای درمانشون هجامت زیر چانه خیلی کمک میکنه که دقیقا جایی از صورت که دیده نمیشه نگاه نمی ما یک نکته خیلی مهم در روایت اهل بیت داریم کاری که توی صورت باعث بشه که شخص کریه منظر بشه ممنوعه یعنی تو صورت شخص مثلا بگیم آقا بیایم حالا حتی زالو چون زالو که تو تا اسلامی تایید نمیکنه درست ما اثرات زیادی ازش دیدیم بعضی از مواقع خودمون میگیم ما دیدیم گردن خودتون دوست دارید میتونید امتحان بکنید ولی چون تاییدی نداریم تایید نمیکنیم و الا نه اینکه تکذیب بکنیم تایدی نداریم تایید نمیکنیم ولی تکذیب هم نمیکنیم با توجه به روایات خب تو صورت میندازن صورت زش میکنه خیلی تجویز نمیکنیم چون خیلی از جاهای صورت هست که وضوحی هم نداره یعنی مثل همین چونه که عرض میکنم باید جایی باشه که تو صورت پیدا نباشه برای خانوما خیلی مفیده پوست صورتشون رو شاداب میکنه برای دندونا و لسه ها خیلی مفیده عفونت رو بیرون میکشه برای جوش صورت و حتی برای تنظیم مشکلات هورمونی خانوما که موهای زائد زیره چونشون معمولا در میاد و همینطور این لکهایی که تو صورته میتونه کمک بکنه ولی این نکته رو دقت بکنید هر جایی از بدن که حجامت میشه به خاطر اینکه یک مکشی اتفاق میفته بدن تمام توجهش رو به اونجا پیدا میکنه لذا اگر بار اول طرف بلبداهه بره یک حجامت زیر چونه بکنه احتمال اینکه حالش بدتر بشه هست لذا اینو خوب دقت آب میکنن عفونت عمومی بدن مم. تخلیه میشه بعد یه حجامه است به خاص زیر چونه میتونه کمک بکنه حجامات سر که حجامات شفاست در حالات اهل بیت بسیار اونم میتونه توی زیبایی صورت و شادابی صورت به خانم ها کمک کنه از اون طرف خب یه سری صابونا هست میتونن برای صورتشون استفاده کنن مثل صابون زغال مثل صابون زردچوبه که اینا مفید رنگ صورتشون باز میکنه و لکه ها رو ظاهرا از بین میبره ولی باطن امر چیه نیاز به تشخیص داره اینایی که مثلا از طفولیت این کک مجلوس صورتشون هست نگاه کنید هم باز درمان داره یا دیگه اونا میشه بله. تب نه اونم درمان داره چون نگاه کنید وقتی که شخص به دنیا میاد حتما دلیل بر این نیست مثل فطرتش پاک پاک باشه ما همیشه تو ذهن که بچه پاک پاک به دنیا جسمش هم پاک. ولی اینجور نیست که جسمش باید پاک باشه اون چیه که بچه به دنیا میاد زردی داره حتی به جایی میرسه که خونش رو تعویض میکنه بله. بچه به دنیا میاد مشکل قلبی داره اصلا در قلبش مشکل گشادی داره یا سولاخی روی قلبش داره تغذیه مادر و پدر و نوع انعقاد نصفه و حالات مختلفی که در روایات اهل بیت بیان شده و در طب جدید طب قدیم همشون گویزد کردن میتونه بچه رو با یک مزاج کاملا بد و دارای سوء مزاج به دنیا بیاره لذا بچه به دنیا میاد کهیر میزنه بچه به دنیا به صورتش لک داره خال داره و هزاران مشکل دیگه که اونها هم قابل درمان هست ولی خب یه مقدار چون عجین شده با وجودش یه مقدار سخت میشه بعضی از مثلا قرصا ما عوارضش دیدیم مثلا مادر زیاد مصرف کرده بچه سری مشکلات داشته یعنی خیلی تکرار شده فلان قرص خوردی به خاطر همونه یعنی اکثرا اون دارو که مصرف شده میبینیم مثلا بچه فلان مشکل رو داشته ولی باز قابل پیگیری قابل درمان است. بسیار ممنون متشکر تازه بحث گل انداخته که با هستی <applause> خیلی ممنون متشکرم از جناب آقای حکیم رضوی قومی و شما دوستان محترم ان که بتوانیم پروارتر از قبل در خدمتتون باشیم در این لحظات از همتون التماس دعا دارم فرج امام زمان فراموشتون نشه التماس دعا خداوندا خداوندا ای خدای تنهایی آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشند. خودت را از ما دریغ مکن خداوندا دستمان توهی از طاعت و آلوده به معصیت است اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست به دستمان نگاه نکن به دلمان به دلمان هم. هم نگاه نکن به دست تو دل خودت نگاه